درود و سلام خدمت هموطنان عزیزم و همه فارسی زبانان، خواهران، برادران افغانی، تاجیکی و تمام افرادی که فارسی صحبت میکنند. امیدوارم حالتون خوب باشه. چند خبر جدید دستم رسید که خواستم اونا رو در اختیار شما هم بذارم. یکی از اونها هشدار شدید روسیه هست به کشورهای اروپایی، به خصوص این بخش که یه جورایی صحبت دارن میکنن راه روسیه رو از طریق دریایی که به دریای بالتیک، اینجا نگاه کنید پشت سر من، اینجا دریای بالتیک هست که میاد بعد از این طرف به کشورهای دیگه میره، از بغل نروژ رد میشه، این رو شروع کنن به اذیت کردن و نذارن کشتیهای به اصطلاح روسی به این راحتی اونجا حرکت بکنن. سر همینم هم روسیه اومده یه اخطار شدید به تمام این کشورها اینجا داده. یکی از کشورها این نروژ هست که میگن حتی در انفجار دادن این لوله گاز شرکت داشته، خیلی شدیداً به اینها هشدار داده. و فنلاند هم که میدونید شده الان عضوی از ناتو، یعنی این سمت و این سمت رو که میبینید در دست ناتو هست، میتونن در اینجا این راه رو ببندن و اشکال واسه روسیه ایجاد کنن. روسیه هم به فنلاند هم هشدار داده بود یه چند ماه پیش، یا همون اوایل که میخواست بره به ناتو، گفته بود که ما سالیان سالی که با همسایه خوب داریم زندگی میکنیم، ناراحتی نداشتیم، الان بی خودی چرا میره تو ناتو و بمبای اتمی آمریکا دارن اینجا به سا مستقر میشن، که روسیه هم آورده تو اینجا بمبای اتمیشو کار گذاشته بر علیه روسیه و بر علیه فنلاند و بقیه کشورهای ناتویی. در هر صورت این تهدید رو خیلی جدی باید گرفت، چون روسیه حق داره در اینجا به اصطلاح کشتی رانی کنه. گفته اگر کشتی ما ناراحتی براش پیش بیاد، حتی یه دونه کشتی اروپایی رو ما نمیذاریم تو اینجا تو دریاها به اصطلاح بتونه حرکت کنه. این امکان جنگ هست اگر این کشورهای کوچولویی مثل اینجا که دارید میبینید و یا نروژ توی اینجا که مدتی شروع کرده به اذیت و آزار کردن از طریق ناتو، حتی تا اینجا که من خبر دارم داره خلبانای اوکراینی رو توی رومانی اومدن وسایل آوردن دارن برای F-16 چیز میکنن، تمرینشون میدن، درسشون میدن که بتونن با در آینده نزدیک با F-16 حتی به روسیه حمله کنن. از طریق رومانی به اصطلاح دارن یاد میگیرن که پشتش نروژ هست. اینا خبرهایی که در دست من هست. یه خبر دیگه هست راجبه که از شبکه CNN اومده. شبکه CNN برگشته به اسرائیلیا گفته هیچ تونل حماسی ما در زیر این بیمارستان شفا که زدید، داغون کردید، آدم ها رو کشتید پیدا نشده، بیاد این تونل رو نشون بدید، یه دونه سوراخ به ما نشون میدید و چند تا اسلحه که اسلحه هم قدیمی هست و این تونل اگر تونل هست فقط یک سوراخ نیست، نشون بدید این تونل به کجاها میره، تونلی وجود نداشته اونجا. اینم یه هشدار دیگه است که دادن به اصطلاح اسرائیل، مستقیم غیر مستقیم، که یعنی دروغات همش معلوم هست و آبرویی، کلی اینطور بگیم آبرویی واسه اسرائیل نمونده. آقای جک سالیوان که یکی از افراد این موضوع بعدیه، کابینه آقای بایدن هست، راهنمایی میکنه ایشون رو در مسائل امنیتی، زمان اوباما هم کاریایی بود، برگشته راجع به اوکراین گفته این پنجرهی که رو به اوکراین باز شده بود، یعنی کمکایی که داشتیم میکردیم، پنجره در حال بسته شدن هست. همین اشخاص تا همین چندین هفته پیش هم میگفتن باید بزنیم و بکوبیم و روسیه از بین میره، و موقعی که ایشون این صحبت رو کرده در یه جایی یک خبرنگاری هم الان اسمش یادم نیست برگشته گفته از زمانی که جنگ روسیه و اوکراین رو شماها شروع کردید، توان نظامی روسیه تقریبا 3 برابر شده، تعداد ارتشیاش تقریبا 3 برابر شده، روسیه هیچ وقت در مقابل اوکراین یا مثلا ناتو در اونجا نخواهد باخت. بنده هم اولین کسی هستم که قبل از اینکه جنگ روسیه شروع بشه این جنگ رو جنگ اوکراین منظورم هست، این جنگ رو من پیش بینی کردم 2 سال جلوتر. یه سال مونده و 4 هفته مونده که جنگ شروع بشه، دیگه من گفتم جنگ 100%.
از لغت 100% سوال کردم و جنگم شروع شد. بنده بازم تنها ایرانی هستم یا شاید سیاستمدار حتی در دنیا که گفتم این جنگ به نفع روسیه تموم میشه، که الانم میبینید اینا دارن از بسته شدن پنجره اوکراین صحبت میکنن. پس یعنی من این پیشبینیم، فکر میکنم پیشبینی دهم یازدهم هست، این هم درست در اومد. راجع به اسرائیل من پیشبینی کردم 2 سال پیش، 1 سال پیش، آخرین بارش هم 2 ماه پیش که کارهای اسرائیل بر علیه منطقه ما، البته این مربوط به این مسائل که الان گفتم نیست، ولی خب صحبت میاره، گفتم تمامش برعکس نتیجه میده، که دیدید الان جنگ شده توی اسرائیل و هر کاری میکنن داره برعکس نتیجه میده. یعنی ایران و منطقه برنده این جریان هستن. ایران روز به روز به قدرتش داره اضافه میشه. این سیاستمدارای بی سواد ایرانی چه قبول بکنن؟ شاهزاده هم همینطور، اگر سواد سیاسی داشت نمیرفت دنبال آمریکا یا فقط غربیا، حداقل با چینی ها هم صحبت میکرد. حالا با روسیا نمیخوای صحبت کنی، اسرائیل که میری دولا سلا میشی جلوی اون دیواری که اسرائیلی ها وای میستن دولا سلا میشن دعا میکنن، تا اونجا رو بلدی بری، کلاه اونا رو سرت بذاری بلدی، کار بدی نیست. ولی خب به جای دیگه هم سفر کن. چین یک ابرقدرت شده. با این کاراش شاهزاده به ما در این 44 سال با تمام کاراش داره صدمه میزنه و اونهایی که از این شخص دارن طرفداری میکنن، جز صدمه زدن به ایران هیچی نبوده. چه من قبول داشته باشم چه نداشته باشم، چه شما و این سیاستمدارهای بی سواد غرب زده ایرانی که در غرب زندگی میکنن قبول کنن نکنن، ایران در حال حاضر قدرتی هست در منطقه. وسایل نظامی داره میسازه، کشورهای عربی دارن ازش حساب میبرن، خود روسیهش داره از ایران کمک میگیره. اسرائیل این نیابتی های ایران، اسرائیل بیچاره کردن، عربستان سعودی رو توی یمن بیچاره کردن، توی عراق آمریکایی ها رو بیچاره کردن. خوب یا بد راجب این صحبت نمی کنیم، راجب واقعی ها صحبت می کنیم، راجب نظر بنده صحبت نمی کنیم من از اینا خوشم میاد یا نه. نظر من رو که میدونید، نظر من فقط ملت و مردم هست، هر چی ملت بخواد اون باید بشه. حالا این شدنی هست یا نه، این رو آینده نشون خواهد داد. خب آقای جک سالیوان هم که این حرف رو زد، یک آدم هست که میدونه چی داره میگه. آقای ایلان ماسک که یکی از ثروتمندترین انسانهای آمریکا و دنیا هست، اینم برگشته گفته این زلنسکی، من به زلنسکی از روز اول گفتم زلنسکی دلغک، ایشون روی این شخص اسم زلنسکی قصاب رو گذاشته، گفته این شخص حتی حرف نظامی های خودش هم گوش نمی کنه که میگن این جنگ دیگه باخته شده است، بایستی یه جوری صحبت کنیم جنگ رو تموم کنیم. این شخص مثل قصاب میمونه، چون حتی به آدمای خود اوکراینی رحم نمی کنه، میفرستدشون جلوی توپ و تفنگ که کشته بشن. این هم از صحبت های آقای ایلان ماسک است. خب اجازه بدید من این عکس پشت سرم رو دوباره عوض کنم. در بلژیک، در پارلمان بلژیک صحبت می شده، بلند شدن راجع به اسرائیل صحبت کردن، گفتن این کاری که داره توی غزه انجام میشه این نسل کشی هست، آدم کشی هست، تمام اینهایی که در این جریان دست دارن بایست جلوی دادگاه بیان، منظورشم دادگاه لاهه هست و اینها باید دادگاهی بشن. حدود فکر می کنم 3-4 هفته پیش بود، حدوداً همین زمانن این بود، در اسپانیا هم فکر میکنم وزیر علوم بود اسپانیایی که اون هم صحبت کرد، گفتش این جریان که داره تو غزه انجام میشه آدم کشی هست، جز آدم کشی اسم دیگه روی نمیشه گذاشت، مسئولین بایستی بیان جلوی دادگاه محاکمه بشن. منظورشون همون پرزیدنت اسرائیل آقای نتانیاهو و اونایی که تو کابینش هست، کابینش هستن، اونها هستن. یعنی ببینید در دنیا آبروی دیگه واسه اسرائیل نمونده، امکاناتی که داشتن جنگ رو تموم کنن یا اصلا شروع نکنن، اصلا اون اول بیان معامله کنن. یعنی حرف من رو اینها هم گوش نکردن. من میگم 2 سال پیش، 1 سال پیش و 2 ماه مونده بود به جنگ، گفتم تمام کارهای شما که بر علیه منطقه، همون ابراهیمی کردن منطقه ما، ایران رو ابراهیمی کردن بعد تجزیه کردن، من بهشون گفتم تمام اینها، با دلیلم گفتم، نفهمیدن، یعنی نفهمی رو به حد اعلا رسوندن. من به این اسرائیلیا خواهر و برادر هنوز میگم،
چون در ایران هزاران سال زندگی کردن، نیام برخلاف من بشن. هنوزم میگم خواهر برادرها اگر میخوان مثل انسان زندگی کنن، اونایی که ایرانی بودن برگردن بیان، حداقل اونا بیان ایران دوباره. یعنی من مخالف نژاد و رنگ و پوست و نمیدونم دین و اینها نیستم، من مخالف آدم کشی هستم، مخالف نمیدونم فقط دنبال پول بودن و انسان کشتن هستم، دنبال مقام و نمیدونم قدرت بودن و انسانها و کشورها رو به باد دادن، مخالف اونها هستم. به خاطر همین میگم این احمقها، اونایی که در حکومت هستن، اگر حرف من رو گوش کرده بودن. ببینید زمان خیلی مهم هست. من 2 سال پیش اشاره کردم، ویدیوام هست با مدرک حرفای من. 1 سال پیش اشاره کردم، 2 ماه مونده بود جنگ شروع بشه اشاره کردم، جنگ همین اسرائیل. گفتم تمام کارهایی که دارید به عنوان ابراهیمی کردن انجام میدید، تمام کارهایی که در شمال غرب ایران تو اون آذربایجان دارید انجام میدید که آذربایجان با ارمنستان جنگ بکنه و از اون طریق با ایران، چون ایران گفته بود من اجازه نمیدم راهی که اونجا هست بسته بشه به روسیه و جاهای دیگه، یعنی ایران رو وارد جنگ بکنن بعد بیان تجزیه بکنن یا کاری که میخوان بکنن. من به اسرائیل گفتم هیچ کدوم این کارها نخواهد شد. در ضمن عرب ها هیچ وقت دوست شما نمیتونن بشن. شاید سرکرده هاشون ظاهرا بیان دوست شما بشن، ولی کشوری مثل عربستان شما باید اون ملت شو در نظر بگیرید. چرا نمیشه؟ دلیلش هم توضیح داده بودم، این احمقا نفهمیدن. همونطور که افراد شما میرن جلوی یک دیوار وای میستن، جلوی دیوار 4 تا سنگ دعا میکنن، با خداشون با پیغمبرشون صحبت میکنن، اعتقاد دارن، بذارید بکنن. من مخالف اونها نیستم، فقط میخوام مقایسه بکنم. توی مکه 2 میلیارد آدم به اون سمت، به اون 4 تا سنگی که اونجا با اسم خانه خدا گذاشتن، یه سمبل هست، دارن دعا میکنن. هیچ وقت اون ملت ها نمیتونن دوست شما بشن، برای اینکه اینها شما رو نجس میدونن، مثل یه سگ میدونن دیگه. با چه لغتهایی آخه من استفاده بکنم شما رو از خواب بیدار کنم؟ ولی شما میتونید با اینها دوست همینطوری باشید که جنگ نشه، ولی اونها رو بخوای بیاری تحت کنترل خودت، نشدنیه. و به همین خاطر گفتم تمام این کارهایی که داری میکنی تو منطقه برعکس، من این لغت برعکس رو استفاده کردم، جواب خواهد داد و به ضرر شما خواهد شد. شدشم الان دیگه اگر اینطور اینا ادامه بدن، اسرائیلی هم باقی نمیمونه، آبرویی نمونده. اینا اومدن حتی دارن الان روسیه رو، ببینید چقدر احمق هستن اونایی که توی کابینت این آقای کابینه آقای نتانیاهو هستن، اومدن روسیه رو تهدید میکنن. به محض اینکه غزه رو کارشی سر کردیم میایم سراغ شما. آخه احمق نادان توی اوکراینش، آمریکاش با اون عظمتش که شما جوجه آمریکا هستید آوردتون اونجا گذاشته، موفق نشد توی اوکراین، داره میگه پنجره داره بسته میشه. من از روز اول گفتم این جنگ به نفع روسیه تموم میشه، مدرک دارم، ویدیوم هست، 100% لغت 100% هم استفاده کردم، داره میشه، یعنی به نفع پیمان شانگهای داره تموم میشه. ایران پشتشه، روسیه پشتشه، هند پشتشه، چین، کشورهای بزرگ قدرتی پشتن، ایران هم برای خودش قدرت شده. چه این سیاستمدار احمق ما خوششون بیاد، خارج نشینا رو دارم میگم، هر روزم میان تون تلویزیون آقای شهرام همایون چرندیات میگن، 44 سال بدبخت، 45 سال بدبخت کردید مردم. شاهزاده هم همینه، حرفای بیهودش با اون پیمان پیام نوینش و کارهای دیگش با هنرپیشا میخواد بیاد واسه ما یه کمیته مانندی درست کنه بیاد ایران رو نجات بده. به خاطر همین من به زلنسکی که هنرپیشه است دلغک گفتم، اینا هم همشون دلغک هستن و بیدار نمیشن، ایران رو به باد دادن. این آخه کشور من هم هست، مجبورم اینطور صحبت کنم، به اینکه بیدار نمیشن. به اون شهرام همایونش آقاش هم سرش رو بخوره. 50 بار تماس گرفتم، گفتم اون دولت در تبعید دارید از بین میبرید، فقط پول مردم و وقت مردم رو دارید هدر میدید. پولش هم گفتم سرشو بخوره، من تهمت بزن نیستم چون دقیق نمیدونم، ولی زیاد پول داده شد توی اون زمان دولت در تبعید و وقت و امید مردم رو به باد دادن. این برای من مهمتره. گوش نکردن، گفتم اشتباه داره، 100% از بین میره. آخرام خود آقای شهرام همایون با شاهزاده اومدن دست به دست کردن و به هم ریختن رفت. عوض اینکه بیان اگر اشتباه داره درستش کنن، ملتی جمع شده بود اونجا، اومدن دوباره پراکنده کردن. عین جریان مهسا
قدم گذاشتن جلو شاهزاده. من همون فرداش گفتم پراکنده میکنن مردم و تظاهرات 110-20 هزار نفری شد، 1000 نفر بعدش هم 500 نفر بعدش هم از بین رفت. همه رو من درست پیش بینی کردم. ملتمون هم آخه نادان هست، بازم میره دنبال اونا، میره دنبال اون تلویزیون، میره دنبال اون سیاستمدارا چون اسمشون معروفه. در هر صورت خبرایی که مهم بود و به گوشتون رسوندم، بازم خبرهای دیگه شد سعی میکنم که مطلعتون کنم تا ببینید به کجا میرسه. ولی جنگ اوکراین تموم شده به نظر من، روسیه برده، اسرائیل هم با این کارایی که کرد خودش آبروی خودش رو برد، حرف من رو هم گوش نکرد، الانش هم گوش نمیکنه. یه راهی پیدا کنه که صلح کنه با اینها، با به اصطلاح فلسطینیا، بیاد ببینه اگر اینا قبول میکنن، چون اینا هم دیگه قبول نمیکنن، داخل ایران هم قبول نداره، دو تا کشور کنن، از هر راهی میشه دو تا کشور کنن که بتونن بمونن. کسی که به خاک ایران نظر داره، چشم داره، من مخالف اونها هستم. هر کسی میخواد باشه، چه ایرانیش باشه بخواد تجزیه کنه، هر بخش ایران به هر زبونی هست، چه خارجیش باشه، برای من ایران و ملت مهمه. نه شخص مهم بوده، تو تمام ویدیو گفتم که بگی مثلا شاهزاده باشه یا فلان شخص باشه، هر کسی که ایران رو دوست داره، ایران دوست است، ملت پرست است، این همیشه بالا سرم بوده، دوباره میذارم، میتونه بیاد رئیس جمهور بشه، میتونه به ملتش خدمت کنه، میتونه بیاد پادشاه بشه، مردم هر چی خواستن به ملتش خدمت کنه. هر کسی که اینا رو قبول نداره من مخالفش هستم. هر کشوری هم که به ضرر ایران کار میکنه مخالفش هستم. الان این جمهوری که به اصطلاح تو ایران هست، که جمهوری نیست، پادشاهیه، یه جوری باید گفت، یه نفر تصمیم میگیره، من موافق اون نیستم، ولی همین که این قدرت رو داره، تونست از این جلوگیری بکنه که ایران تجزیه فعلا نشه یا ابراهیمی نشه اول، من از این بابت خوشحال هستم، نه به خاطر رژیم. اگر اون بود که الان تو ایران می بودم با رژیم همکاری میکردم، من هم مثل خودشون میلیونر و میلیاردر بودم، مثل همونایی که الان دارن همکاری میکنن. خب دیگه زیاد صحبت کردم، از همتون خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی.